اینکه دولت 11 و 12 برای ایجاد برجام و برای حفظ برجام، دولت 11 دولت موجده بود، این توافق مهم رو به وجود آورد، دولت 12 دولت مبقیه بود، این توافق رو حفظ کرد. حالا در یه جای دیگری باید این بحث ها باز بشه که چه اقدامات عظیم و بزرگی انجام گرفته با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم و حضور مردم، باید برای مردم کاملا آشکار باشه. خب تحریم باید برداشته بشه، این حق مردمه. اگر یک ساعت ما در برداشتن تحریم تعلل کنیم، امروز و فردا کنیم، تصویف را پیش پای خودمون بگذاریم، صوف و لعله را جلو پای خودمون بگذاریم، حقوق مردم رو پامال کردیم. این که میگن حقوق عامه، این حقوق عامه اینه، مهمترین حقوق عامه این هست، حق همه مردم هست تحریم از دوششون برداشته بشه، آزاد بشن، فشار از مردم برداشته بشه، این حقوق عامه است. همه باید تلاش کنیم. البته دولت وظیفه شه، وظیفه دولت هست. و باز من تأکید میکنم، قانون اساسی به صراحت میگه جز در مواردی که به صراحت اجرا به مقام معظم رهبری واگذار شده است، جز اون موارد تمام اجرا به عهده دولت، هیچ کس دیگر حق نداره در اجرا مداخله کنه. و خب این دولت یک وظیفه سنگینی داره، باید وظیفه سنگین رو به خوبی انجام بده و ما همه تلاشمون رو به کار میگیریم. البته در شرایط فعلی دولت جدید آمریکا لحنش یک مقدار تغییر کرده، به بعضی از مسائل اعتراف کرده که کار دولت قبل غلط و اشتباه بوده، حتی یه اقدام عملی هم کرده، نامه غلطی که دولت قبل به سازمان ملل فرستاده بود پس گرفته، تا این حدم از این کارا کرد. اما در زمینه تحریم که مسئله اصلی ما هست، برداشتن تحریم و به صراحت حق مردم رو شناختن، این ما هنوز ندیدیم یک قدم جدی از طرف دولت آمریکا برداشته بشه. به نظر من این امر برداشتن تحریم و اجرای کامل برجام هم خیلی آسانه هم خیلی مشکله. اگر اراده جدی در همه اطراف باشه، 7 کشور مخصوصا آمریکایی‌ها و ایران، این 2 کشور تصمیم بگیرن به همه تعهدات عمل کنن، آمریکا همه تحریم‌ها رو برداره و بلافاصله ایران همه تعهداتش رو اجرا بکنه، خب این خیلی آسونه، در یه روز میشه انجام بگیره، در 2 روز میتونه انجام بگیره. یک اراده جدی باشه در همین هفته میشه تمام کرد. اما اگه اراده جدی نباشه، یا اینکه همون وسواس خناسی که به جان ترامپ افتاد و منحرفش کرد و بی آبروش کرد و نابودش کرد در صحنه سیاسی، چون هر چه رفت سازمان ملل راجب ایران و برجام شکست خورد، هر چه رفت یک مورد پیروزی نداشت، بیچاره کی او رو انداخت به این دام؟ صهیونیستا. اون به ظاهر شعار میداد آمریکا اول، اما در مقام واقع صهیونیسم اول، افراطی‌گری دوم، نژاد پرستی سوم، آمریکا چهارم. در مقام عمل آمریکا چهارم بود، به زبان میگفت آمریکا اول. صهیونیست‌ها اخفالش کردند، گولش زدند و او رو بردن در یک مسیر غلط. خب حالا دولت فعلی قبول داره دولت قبلی اشتباه کرده و کار غلط انجام داده یا نه؟
اگه قبول داره هم باید واضح‌تر و صریح‌تر بگه اشتباه کرده و هم صریح‌تر باید عمل کنه به تعهد و حتی جبران بکنه. این دو تا چهار تا هست، خیلی روشنه. حالا دیگران هم اگه اروپاییان با ما صحبت میکنن، زنگ میزنن، تلفن میکنن، با ما بحث میکنن، ما بحث ما با اونا هم همینه که میگن برجام ما باید حفظ کنیم. خلخو اگه با لفاظی ما با صدای بلندتر میگیم برجام باید حفظ کنیم، خب با صدا و سخنرانی و شعار که حل نمیشه. آمریکایی‌ها هم الان شعار میدن، میگن ما میخوایم به برجام برگردیم، میخوایم همه به تعهد، ولی لفظ کافی نیست، ما باید در مقام عمل وارد شیم. اگر دولت در این زمینه اصرار داره، یک کسی غلط تفسیر نکنه. آقا دولت نگاهش به بیرونه، بیرون و درون یعنی چی؟ حق ما رو اونا خوردن، خب بر نگاه ما به بیرونه که حقمون رو بگیریم. اونا دارن به ما خیانت میکنن، بله حق ما هست به اونا نگاه کنیم، به اون خائن نگاه کنیم و حق مردم رو به مردم برگردانیم. ولا خب معلومه اداره کشور، زندگی مردم، تولید کشور، بله دست مردم داخل هست، در اونجاست اقتصاد ما، کاملا درسته.